با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید وبسایت های وابسته به مراجع امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به اطلاع رسانی رسانه های اپوزیسیون در خصوص حکم اعدام سهیل عربی واکنش نشان داده و به دنبال پرونده برای این زندانی عقیدتی هستند سهیل عربی سی ساله عکاس و فعال شبکه اجتماعی فیسبوک است که به اتهام سب نبی و ائمه اطهار به اعدام محکوم شده و پرونده وی به اجرای احکام ارسال شده است. همزمان با برگزاری کنگره بیدون مللی خطر جریان های تکفیری در قوم، دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی، عکاس و فعال شبکه اجتماعی فیسبوک را که به اتهام سب نبی محکوم به مرگ شده تایید کرد. در همین راستا یکی از رسانه های وابسته به نهادهای اطلاعاتی در ایران ادعا کرد که جرم اصلی سهیل عربی تجاوز به عنف است. در واکنش به این مدعا رسانه های آزاد حکم دادگاه کیفری استان تهران درباره سهیل عربی را انتشار دادند. در این حکم آمده است که دادگاه با استناد به ماده 262 قانون مجازات اسلامی سحیل عربی را بابت اتهام سب نبی به اعدام محکوم می کند. وحید مشکانی فراهانی وکیل این عکاس ایرانی به رسانه ها خبر داده بود که این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور به شعبه اجرای احکام ابلاغ شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آذر ماه 1392 سهیل عربی را به خاطر نوشته های انتقادیش از سیاست های روز ایران در هشت صفحه‌ای که در فیسبوک ساخته بود بازداشت کرد. در آن زمان سایت کلمه گزارش داد که این عکاس ایرانی در بند دوی علف سپاه پاسداران به مدت دو ماه بازجویی و شکنجه شد و سپس به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. در حکم دادگاه کیفری استان تهران که امروز در برخی رسانه ها از جمله سهام نیوز منتشر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواستش سهیل عربی را به توهین به مقدسات دشنامگویی به معصومین و آیات قرآن و دین اسلام متهم کرده است دادسرای عمومی و انقلاب تهران این اتهامات را بر اساس نوشته هایی که سهیل عربی در صفحات فیسبوک زندانی سیاسی آزاد باید گردد و کمپ ترک خرافات به اشتراک گذاشته متوجه او کرده است. محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اما حکم دادگاه کیفری استان تهران را غیرقانونی خوانده و گفته است طبق قانون از آنجا که سهیل عربی اعتراف کرده که از روی صح و نادانی چنین کاری کرده نمیتوان او را اعدام کرد و حکم اعلام شده کاملا مغایر با قانون مجازات اسلامی است پس از تأیید حکم اعدام سهیل عربی توسط دیوان عالی کشور و اعلام این خبر در سایت کلمه مسیح علی نژاد خبرنگار آزاد با همسر سهیل عربی گفتگویی انجام داد همسر این عکاس ایرانی در این گفتگو در حالی که میگریست از مسئولان تقاضا کرد که شوهرش را اف کنند رفتم زندان واقعیتش نه که سوهل نمی نمیدونه من دخترم نمیدونه و دخترم هنوز نمیدونه که باباش زندانه و فکر میکنه باباش سر کاره و ملاقات حضوری ما داشتیم و من متاسفانه مجبور شدم این قضیه رو خودم به سوهل بگم متاسفانه دیوان رئیس سوهل رو تایید کرده فقط صرفا به خاطر تا پست توی فیسبوک و ما همچنان منتظر رحمت اسلامی منتظر رحمت پیامبر اسلام هستیم که اینا روی رحمت و رحیم بودنش خیلی تاکید میشه روی اینکه پیامبر اسلام وقتی مستقیم بهش توهین میشده میگذشته من نمیدونم که الان به خاطر چهار تا پست توی فیسبوک اینا چجوری میتونن یه جوان سی ساله رو همچین نکمی بهش بدن او به دختر پنج ساله اش اشاره کرد که گمان می کند پدرش در مأموریت به سر میبرد. برد. خبرگزاری دانا سپس در واکنش به باستاب گسترده این گفتگو و تایید حکم اعدام سهیل عربی توسط دیوان عالی کشور جرم او را تجاوز به عنف نامید. پیش از این هم محسن امیر یکی دیگر از زندانیان عقیدتی اعدام شد و قلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران گفته بود امیر به خاطر ارتکاب زنایی به عنف اعدام شده است. پدر محسن امیر در واکنش به این پرونده سازی ها، مقاله در روزنامه شرق چاپ تهران منتشر کرد و اعلام کرد که ابتدا قرار بود فرزندش را پس از دو سال و نیم تحمل زندان آزاد کنند اما بعد وی را اعدام کردند محسن امیر به اتهام تفسیر متفاوت از قرآن و توهین به یونس پیامبر دوی مهر 1392 در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. وی نیز مانند سهیل عربی با یک پرونده سازی از سوی رسانه های وابسته به محافل اطلاعاتی و امنیتی به تجاوز به عنف متهم شده بود. شورای ملی ایرانی آمریکایی نایاک روز چهارشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک مفاد تمدید برنامه اقدام مشترک را منتشر کرد. بر اساس این تفاهم نامه ایران متعهد شده است که در طول هفت ماه آینده 35 کیلوگرم از مجموع 75 کیلو ذخایر اکسید اورانیوم با غنای 20 درصد خود را به سوخت تبدیل کند. همچنین قرار است میزان بازرسی ها از کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ ایران افزایش یابد. ایران همچنین اجازه بازرسی های سرزده را نیز به آژانس خواهد داد. و همچنین پذیرفته است که برخی از فعالیت های تحقیقات توسعه را محدود کند و نیز در مقابل گروه پنج به علاوه یک متحد در ببخشید در مقابل گروه پنج به علاوه یک متحد شده است که ظرف این مدت مجموعاً 409 میلیارد دلار از دارایی های ایران را آزاد کند سازمان بسیج طی 5 سال گذشته بیش از 15000 هزار پایگاه بسیج ساخته و 500 گردان امنیتی را سازماندهی کرده و در بیش از 21 هزار پایگاه دسته های واکنش سریع بیت المقدس تشکیل داده است نیروهای مقاومت بسیج که پس از سال 88 در قالب سازمان بسیج فعالیت خود را ادامه می دهد دو موا... معابنت نظامی و مقاومت مردمی به تشکیلات خود افسوده است این سازمان همچنین قرارگاهی با عنوان امام هادی با هدف هدایت نظامی نیروهای بسیج در سپاههای استانی را راه کرده است علاوه بر این در بیش از 21 هزار پایگاه و در قالب 1500 گردان دسته های واکنش سریع بیت المقدس سازماندهی شدند که از وظایف مهم آنها سرکوب اعتراض های خیابانی است سازمان بسیج برای هماهنگی میان پایگاه های بسیج و این گردان ها شبکه امنیتی شباب را راه اندازی کرده است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با بسیجی ها هدف واقعی تحریم و فشار اقتصادی غرب به ایران را متوقف کردن پیشرفت ایران دانست وی هشدار داد اگر مذاکرات به نتیجه نرسد آنکه بیش از همه ضرر می کند آمریکایی ها هستند نه ما آی خامنه ای گفته اگر مذاکرات به توافق نرسد برای ما آسمان به زمین نمی آید چون راه حلی داریم به نام اقتصاد مقاومتی و همچنین نبود بسیرت را زمین سازه گرفتار شدن در شبهات و کچفهمی ها دانست و گفت کسانی که بسیرت ندارند همانند بیچارگانی که در فتنه 88 گرفتار شدند در فضای غبارالود حرکت می کنند و به همین علت چه بسا به دشمن کمک کنند و دوست را هدف حمله قرار دهند احمد علم الهدا گفته کسانی که میگویند علی خامنه ای معصوم نیست یا دیوانند یا دشمن و وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری و زیر مجموعه های آن نیست وی همچنین گفته استراتژی موسوی برخورد با رهبری است و برای موسوی و کروبی ایلاق تابستانی و اقامت کنار دریا برقرار است احمد علم عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد بانچه برخی ابهامات در دفاع از سران فسنه و اعتراض به حصر آنان عنوان شده واکنش نشان داد اظهارات علم الهدا ظاهرا واکنشی به سخنان علی متحری است که بارها بازداشت خانگی موسوی و کروبی بدون تشکیل دادگاه و حکم قضایی را غیر قانونی خوانده است آقای متحری گفته نظر رهبری به حصر است و میگویند جرم اینها سنگین است و اگر محاکمه شوند حکمشان سنگین می شود و تا کنون با آنان با ملاطفت برخورد شده آقای متحری گفته با نظر علی خامنه این مخالف است زیرا او را معصوم نمی داند. علم با تاکید بر اینکه برخورد با ولی فقیه رویارویی با پیغمبر است ابراز تاسف کرد که برخی جریانهای فرصت طلب در داخل در جهت اجرای طرحهای دشمن برای هدف قرار دادن ستون خیمه نظام اقدام می کنند. عضو مجلس خبرگان در ادامه گفته شاهد زنده این موضوع فتنه 88 بود که رویارویی با ولایت پیدا کردند بلافاصله رگه آنان به خارج وس شد آنان را حمایت کرد و بعد فتنه 88 به وجود آمد امام جمعه مشهد میگوید طرح مسئله تقلب در انتخابات سال 88 بهانه بوده و میر موسوی پیش از انتخابات برنامه برخورد با خامنه ای را داشته است آقای علم الهدام مدعی است که موسوی درباره اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی به روزنامه فرانسوی لوموند گفته است اگر رئیس جمهور رئیس جمهور مقتدری باشد مردم را به خیابان میکشاند و رهبر را در موقعیت خود محدود میکند در متن‌هایی که پیش از انتخابات 88 به نقل از موسوی منتشر شده چنین عبارتی وجود ندارد امام جمعه مشهد همچنین ادعا کرده که حکم بازداشت موسوی و کروبی توسط دادستان صادر شده است او در این باره گفته دادستان کشور به عنوان مدعی العموم این حق را قانونا دارد که وقتی دلایلی بر اتهام به شخصی وارد است او را بازداشت کند در این زمینه هیچ قانونی مدت بازداشت را مشخص نکرده و تا زمانی که مسلحت اقتضا کند بازداشت ادامه دارد امام جمعه مشهد گفته دادستان به جای آنکه این افراد را در زندان نگهداری کند حکم به نگهداری آنها در منزلشان داده و این افراد کنار دریا و یلاق تابستانشان برقرار است با محافظ می آیند و با محافظ می روند. آقای متحری با استناد به سخنان خامنه ای درباره بازداشت خانگی موسوی و کروبی خاطر نشان کرده این نشان می دهد موضوع حصر نظر شخصی ایشان است آقای متحری گفته این که اعلام کنیم حادثه ای بوده که از سالها پیش برای آن برنامه ریزی شده و ارتباط مستقیم با کشورهای خارجی داشته است این برای من قابل قبول نیست مگر اینکه دلایل خیلی محکمی بیاورند آقای متحری در مورد مجلس خبرگان نیز گفته است اینکه فکر کنیم خبرگان مجتهدانی هستند که کسی حق ندارد در مسائلشان دخالت کند این حرف بی اساس و بی ربطی است وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری و زیر مجموعه های رهبری است در حالی است که مجلس خبرگان وارد هر موضوعی غیر از وظایف خود می شود نماینده مشهد در مجلس خبرگان بدون نام بردن از متحری نظر او درباره وظیفه قانونی این نهاد را منکر شده و میگوید خبرگان هم ولو مشتهد هستند ولایتی که رهبر بر تمام جامعه دارد بر فرد خبر نیز دارد نظارت خبرگان نظارت بر عمل کرد نیست نظارت بر بقای شرایط است بنابراین خبرگان ناظر بر عمل و کارکرد رهبری نیستند در میان جناهای مختلف جمهوری اسلامی درباره نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری اختلاف نظر وجود دارد مطابق اصل 107 قانون اساسی رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است در اصل 111 تشخیص اینکه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده بر عهده اعضای مجلس خبرگان قرار گرفته است برخی از کارشناسان از همین اصول نتیجه میگیرند که مجلس خبرگان وظیفه دارد بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعه او نظارت کند محسن کدیبر پژوهشگر دینی سال 89 در نامی سرگو شده به اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس خبرگان خواستار استیزاه و ازل علی خامنه ای در این مجلس شد. کدیبر در این نامه خامنه ای را متهم کرده که با تخلف از قانون اساسی مانع از نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد خود و نهادهای تحت نظارتش می شود. سنای افغانستان با اکثریت قاطع دو پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و سازمان ناتو را تصویب کرد بر اساس این پیمان ها حدود 12500 نیروی بین المللی پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند محمد اشرف قنی رئیس جمهور جدید افغانستان در 3 سپتامبر این قراردادها را امضا کرده بود این در حالی است که حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان از امضای این پیمان ها خودداری کرده بود فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس انفجار انتحاری در کابل که منجر به کشته شدن دست کم پنج نفر از جمله یک مأمور امنیتی انگلیس شد را محکوم کرد وی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان این حمله افسود اجازه نمی دهیم که چنین رفتار غیر انسانی ما را از ادامه همکاری با دولت افغانستان باز دارد روز گذشته در یک حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل چهار افغان و یک شهروند بریتانیایی کشته و بیش از سی نفر زخمی شدند پنج کودک در میان زخمی شدگان هستند طالبان در پیامی توییتری مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت ارتش الکترونیک سوریه که متشکر از هکرهای طرفدار بشار اسد هستند چندین وبسایت نشریات غربی را هدف قرار دادند روزنامه های بریتانیایی ایندیپندنت و دیلی تلگراف و روزنامه آمریکایی نیویورک دیلی نیوز از جمله روزنامه‌هایی هستند که وبسایتشان هدف حملات حکرهای سوری قرار گرفته است گفته می شود هدف از این عملیات انتقاد از پوشش خبری این گونه روزنامه ها از جنگ داخلی سوری است گروه داعش از اصر روز گذشته تمام شبکه های تلفن همراه در شهر اشغال شده موسل را قطع کرد اقدامی که گفته می شود به منظور مقابله با ارسال اطلاعات به نیروهای ائتلاف علیه داعش انجام شده است خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ساکنان موسل گزارش داد که این شهر صحنه هرج و مرج بوده و امور روزمره مختل شده است شهر موسل خرداد ماه امسال به دنبال پیشروی های شبه نظامیان داعش در شمال عراق سقوط کرد گزارش ها است که سایر نقاط عراق نیز همچنان شاهد درگیری میان نیروهای ارتش این کشور با شبه نظامیان داعش است در پی تمدید هفت ماهی مذاکرات هستهی شاخص بازار بورس ایران روندی نزولی طی کرد در همین حال بهای ارزهای معتبر خارجی نیز در بازار آزاد افزایش یافت برخی کارشناسان از این نوسان ها... این نوسان ها را مقطعی میدانند با خاتمه یافتن دور تازه مذاکرات هسته در وین وزیران خارجه جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک تصمیم گرفتند مهلت رسیدن به توافق نهایی را تا تیر ماه سال 94 تمدید کنند روز سهشنبه چهارم آذر ماه یک روز پس از تمدید مذاکرات شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران بیش از 1200 واحد سقوط کرد و در مسیر محدوده 74000 واحدی قرار گرفت حامد ستا کارشناس بازار سرمایه یکی از علتهای سقوط شاخص بورس را جوسازی برخی افراد غیرهرفهی در بازار عنوان کرد که به گفته او در روزهای پایانی به خوشبینی ها درباره رسیدن به توافق نهایی دامن میزند. به گفت شرایط مذاکرات قابل پیشبینی بود و به راحتی میشد پیش بینی کرد که مذاکرات تمدید می شود به خصوص که با نزدیک شدن به پایان گمان زنی ها امکان تمدید مذاکرات بیشتر شده بود همین خوشبینی ها در روز دوشنبه به افزایش 560 واحدی شاخص ها منجر شده بود و شاخص کلی بورس تهران را نزدیک به 76 هزار واحد رساند. به گفته آقای ستاک اینگونه رفتار هیجانی در تمام بازارهای مالی دنیا وجود دارد اما شدت آن در بازارهای نوپا و کم تجربه چون بورس ایران شدیدتر است او پیش بینی میکند به زودی آرامش به فضای بورس بازگردد محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افت شاخص بورس را واکنشی واقع بینانه ارزیابی می کند و به خبر آنلاین میگوید رفتار سرمایه گذاران بورس مبتنی بر انتظارات است. آقای حسن نژاد گفته واقعیت این است که تمدید مذاکرات به معنای عدم توافق نیست و حقیقتا اتفاق منفی نیفتاده است اما این اتفاق با انتظارات مردم تطابق نداشت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت رسیدن به توافق نهایی و برداشته شدن تحریم ها وضعیت اقتصادی رونق مییابد خشبین کردن بیش از حد مردم به نتیجه مثبت مذاکرات وین را اشتباه ارزیابی کرد بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل پیشین بانک های صادرات و سرمایه معتقد است انتظار عمومی مردم از مذاکرات رسیدن به توافق نهایی و برداشته شدن کامل تحریم ها بود اما کارشناسان و متخصصان می دانند که این توافق به این فوریت حاصل نخواهد شد و نگاهی به کشورهای دیگر تحت تحریم نظیر عراق و لیبی نیز همین موضوع را نشان دهد آقای حسینی هاشمی به خبر آنلاین گفته است بازار سرمایه امروز دچار یک شوک واقع گرایانه شد البته ما پیش از اتمام این مذاکرات هم نوساناتی در همین حد داشتیم یعنی مکانیزم اقتصادی ما با همین شرایط سخت هم دارد کار خودش را انجام میدهد سعید لیلاس کارشناس مسائل اقتصادی نیست به این سایت خبری گفته است افته امروز شاخص یک معنی بیشتر ندارد و آن این است که مردم به اشتباه افتاده بودند و بعضا با خوشبینی غیر واقع گرایانه سرمایه خود را به بورس برده بودند. آقای لیلاز در این حال معتقد است از افت 1200 واحدی شاخص بورس شاید 300 تا 400 واحد به خاطر تمدید مذاکرات بوده و بقیه به سایر شاخصهای اقتصادی مربوط می شود. در همین حال روز چهارشنبه پنجم آذر بهای هر دلار آمریکا به بیشترین میزان خود در شش ماهه گذشته رسید و به مرز 3300 تومان نزدیک شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند با تمدید مذاکرات هسته‌ای در ماههای آینده وضعیت با دوره پس از اجرای توافق موقت ژنو تفاوت چشمگیری نخواهد کرد و نوسان‌های احتمالی بازار بورس و ارز بیشتر متأثر از مؤلفه‌های غیر اقتصادی خواهد بود. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که برخی مقام های جمهوری اسلامی رفتارهای ناسالمی دارند که مردم را از اسلام بیزار می کند. جنتی نامی از این مسئولان نبرده است اما آنها را با کسانی, کسانی معرفی کرده که قابل اعتماد نیستند و به حرفهایی که میزنند اعتقاد ندارند دبیر شورای نگهبان خطاب به این مقام ها گفته نمی توانند با رفتارهای خود و انتقاد از علی خامنه ای جایگاه رهبری را متزلزل کنند جنتی اضافه کرده این مسئولان در هر دوره بودند و حرفهای نامربوط هم زیاد زدند. به نظر میرسد اشاره احمد جنتی اکبر به اکبر حاشمی رفسنجانی و کسانی باشد که در ایران به عنوان اصلاح طلبان شناخته می شوند. پس از مرگ سه مأمور نیروی انتظامی شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان فرماندار این شهرستان گفت که هفت مزنون به دخالت در این حادثه دستگیر شده و تحقیق از آنان ادامه دارد چهارشنبه پنج آزر سه مأمور نیروی انتظامی شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان در حین گشت زنی توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند جمشید رخشانی نسب فرماندار زهک گفت تحقیق از افراد دستگیر شده پیرامون این پرونده توسط نیروهای دستندرکار با جدیت ادامه دارد شهرستان زهک در مرز با افغانستان و در همسایگی شهرستان زابل واقع شده است این منطقه در ماهای اخیر با ناامنی هایی مواجه بوده است چند روز پس از رسانه ای شدن رأی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک میرمجید مجید تاهری وکیل خانواده جانباختگان باختگان درباره جزئیات آن گفت حکم را دریافت کردم که بر اساس آن همان گونه که پیشتر رسانه‌ای شده بود در آن محکومیت آقای مرتضوی دادستان سابق به انفصال دائم از شغل قضایی و همچنین انفصال پنج ساله از مشاغل دولتی قطعیت یافته است. به همچنین افزود این حکم برای دو متهم دیگر آقایان هیدری فر و حداد دهنوی تخفیف خورده و به شش سال انفصال از مشاغل غذایی و دو سال انفصال از مشاغل دولتی رسیده است آقای تاهری گفته این احکام همگی قطعی هستند وکیل مدافع اولیای دم اولیای دم محسن روح الامینی همچنین گفت شکایت دیگر موکلین من از آقایان مرتزوی و هیدری کماکان پا برجاست بر اساس یک مصوبه دولت قیمت نان از اول آذر ماه سی درصد گران شده است این افزایش اما در حالی است که یک مقام مسئول در دولت یازدهم خبر داد که بنا به این مسببه هنوز اجرایی نشده است روزنامه صبحانه سندی از یک مصوبه دولتی به تاریخ 14 همه آبان ماه را منتشر کرد که در آن رسما اعلام شده قیمت انواع نان از اول آذر ماه 93 حد اکثر به میزان 30 درصد در, در سراسر ایران افزایش خواهد یافت این مصوبه دولتی در جلسه هیئت وزیران در روز 14 همه آبان ماه 92 و به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است تا به امروز تمامی مسئولان دولتی هر گونه تصمیم برای افزایش قیمت نان را تکذیب می کردن. همزمان با انتشار این مصوبه یک مقام دولتی که نام او ذکر نشده ضمن تایید وجود این مصوبه به خبرگزاری تصمیم گفته است دولت بنا به فعلا جلوی ابلاغ و اجرای این مصوبه را گرفته است این مصوبه هنوز به نانوایی ها هم ابلاغ نشده است محمد رضا نظرنژاد رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی درباره افزایش قیمت نان اظهار بی اطلاعی کرد و با بیان اینکه نانوایی ها درخواست افزایش 40 درصدی قیمت نان را دارند گفت ما با توجه به نرخ تورم افزایش 20 درصدی برای سال 92 و افزایش 20 درصدی برای سال 91 را که در مجموع 40 درصد می شود افزایش قیمت پیشنهاد دادیم چرا که همکنون نانوا نانی را که برایش 900 تومان تمام می شود 600 تومان می فروشد و تمام نانوایان از این وضعیت ناراضی هستند. در این مصوبه دولت همچنین اعلام کرده که در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم میان واحدهای نانوایی سنتی، آزادپزی، فانتزی، صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل 20 درصد از مجموع ارد مصارف نانوایی با قیمت غیر اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این وایت ها با هدف رقابت و ارتقای کیفیت از شمول قیمت گذاری مستثناست. به این ترتیب دولت از خصوصی سازی چه بیشتر صنعت آرد و نان حمایت می کند. مطرح شدن سیاست افزایش قیمت نان در زمانی اتفاق می افتد که دولت یازدهم با معزل کاهش کسری بودجه مواجه است، در ها و روزهای اخیر برخی از منتقدان دولت مطرح کردند که دولت برای کاهش کسری بودجه در صدد است قیمت برخی از کالاها را افزایش دهد محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران با انتقاد به دولت یازدهم دلیل کسری بودجه دولت را عدم هدفمندی یارانه ها می داند. با هنر در کنفرانس خبری در روز سوم آذر پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام دهک های درآمدی را دلیل اصلی کسری بودجه دولت اعلام کرد و گفت در حال حاضر لاقل تا سه ماه گذشته که من اطلاع دارم هر ماه 700 تا 800 میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه ها داشتیم و یارانه پرداختی به این میزان از درآمدهای هدفمندی بیشتر بوده است با هنر همچنین گفته است ما با کم کردن پرداختی به کل مردم موافق نیستیم و معتقدیم بر اساس منطق ثروتمندان و افراد غیر نیازمند باید از لیست یاران بگیرها حذف شوند. کاهش سی درصدی قیمت جهانی نفت در چند ماه گذشته فشار مضاعفی بر دولت یازدهم بوده است که اکنون باید به فکر چاره برای جبران کسری بودجه ناشی از از دست دادن درآمدهای نفتی باشد. دولت تا کنون اقدام به افزایش مالیات ها کرده است اما افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت به مفهوم فشار بر حقوق بگیران، صنایع و تولید کننده هایی است که راه فرار از سیستم مالیاتی ندارند. افزایش قیمت نان می تواند یکی از استراتژی های دولت برای کسب درآمد بیشتر باشد. با این حال اکنون نزدیک به سی ماه است که قیمت نان به طور رسمی در ایران افزایش نیافته است اما مصرف کنندگان از کاهش وزن چانه و افزایش قیمت نان به بهانه‌های اضافه کردن کنجد و دیگر افزودنی ها شکایت دارند. وزارت دفاع چین اعلام کرد که در حال مذاکره با وزارت دفاع روسیه در مورد برگزاری یک رزمایش نظامی مشترک در سال آتی میلادی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اعلام از سوی وزارت دفاع چین در حالی مطرح شد که روسیه پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد یک رزمایش را در دریای مدیترانه و اقیانوس آرام برگزار کند. وزیر دفاع روسیه هفته گذشته پس از دیدار از پکن گفته بود که رزمایش مشترک دریایی قرار است در بهار سال آتی میلادی در آبهای مدیترانه برگزار شود این رزمایش احتمالا واکنش اروپا و غرب را به دنبال خواهد داشت وزارت جهانگردی هند صدور روادید الکترونیکی برای بیش از چهل کشور مختلف را در نه فرودگاه این کشور آغاز کرد در این طرح گردشگران با پر کردن فرم اینترنتی و پرداخت هزینه مورد نیاز در مدت 96 ساعت روادید ورود به این کشور را دریافت می کنند. این تسهیلات از روز گذشته در نه فرودگاه هند شامل دهلی نو، بمبئی، کلکته و هیدرآباد اجرایی شد. در فاز نخست اجرای این تر، برخی کشورها از جمله روسیه، برزیل، آلمان و امارات از این تسهیلات بهرهمند خواهد بود. اما این تسهیلات شامل شهروندان ایرانی نمی شود. و دولت هند نام ایران را در این لیست قرار نداده است دفتر کمیسیون کمک های انسانی اتحادیه اروپا اعلام کرده کمک های بشردوستانه خود را به آوارگان سوری ساکن در ترکیه افزایش خواهد داد به گفته مقامات این دفتر بخش عمده این کمک ها صرف آموزش کودکان سوری خواهد شد که به دلیل جنگ داخلی در این کشور به ترکیه گریختند بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی در شهر آنکارا ترتیب یافت که میهمان ویژه این کنفرانس خبری جین کریستوفر پگان مسئول بخش کمک‌های انسان دوستانه اتحادیه اروپا بود. محور پرسش و پاسخ هم مشخصا بحران سوریه و مسئله کمک های انسان دوستانه به آوارگان سوری بود میدونیم ترکیه بارها اعلام کرده که حضور یک میلیون و هزار آواره سوری در این کشور بالغ بر 4.5 میلیارد دلار هزینه بر دوش ترکیه قرار داده در حالی که کمک های جامعه جهانی به آوارگان سوری در طی این مدت به ترکیه بسیار اندک و ناچیز بوده ترکیه میگه به عنوان نمونه تالی اروپا در این رابطه تنها مبلغ 28 میلیون و 600 هزار به این کشور کمک کرده که در مقابل هزینه مورد نیاز رقم بسیار ناچیزی هستش کریستوفر پگان مسئول کمک های انسان دوستانه اتحادیه اروپا با پذیرش این مطلب گفت که اتحادی اروپا مصمم هست که این کمک ها رو در آینده افزایش بده و ما در یاری به آوارگان سوری ترکیه رو تنها نخواهیم گذاشت او گفت که جامعه بین المللی در یاری به آسیب دیدگان فاجعه انسانی در سوریه ناکام مانده متاسفانه اما ترکیه آقای پگان هم اشاره کرده ما هر از چندی شاهد اعلام آمادگی برخی نهادها یا کشورها در مورد کمک به آوارگان سوری هستیم اما به دلایلی که مشخص نیست این کمک ها یا صورت نمیگیره یا میزان اون بسیار ناچیز هستش اما در همین ارتباط هم بد نیست اشاره بکنم به جدیدترین آمار ارائه شده از سوی صلیب سرخ جهانی پیرامون وضعیت امداد رسانی به مناطق بحران زده در جهان که روز پنجشنبه شنبه منتشر شده از جمله اینکه این سازمان اعلام کرده برای ادامه کمک های انسان دوستانه خودش در سال 2015 مبلغ یک ممیز 68 میلیارد دلار بودجه نیاز داره در واقع این بودجه در تاریخ کمک های امدادی و یاری های انسانی این سازمان بی سابقه هست دلیل این امر هم آنطور که خود مسئولین صلیب سرخ جهانی عنوان می کنن نیاز روزافزون مناطق بحرانی مثل سوریه و عراق به کمک های این سازمان هستش پیتر مایر رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی گفته ما سال آینده یعنی باید ده درصد از کل بودجه خودمون رو به سوریه اختصاص بدیم او گفت که به واقع ما بزرگترین سهمیه کمک های انسان دوستان این سازمان رو در سال 2015 برای سوریه در نظر گرفتیم در پی تجمع صدها تن از مردم اهواز در حمایت از رودخانه کارون مأموران لباس شخصی و نیروی انتظامی چند نفر از معترضان را بازداشت کردند فعالان حقوق بشر اهوازی تاکنون نام شش تن از بازداشت شدگان تجمع کارون را گزارش دادند و اطلاعی از سرنوشت سایر بازداشت شدگان در دست نیست معترضان با استناد به قربانی شدن سالانه هزاران اهوازی در اثر بحران محیط زیست در منطقه اقدام اخیر دولت در انتقال آب کارون به اصفهان را جانبداری مطلق دولت از مرکز نشینان دانستند معترضان اهوازی در اعتراض به سیاست های دولت در انتقال آب کارون و نگه داشتن آبها در پشت سطح و ممانعت از ورود آبها به اقلیم خواستار استیزاه وزیر نیرو شده و وی را مسئول طبعات خطرناک این سیاست را دانستند. به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار. to its advantage in solomon